شرایس باچ به بازداشت و شکنجه یک زن شیعه در عربستان سعودی اعتراض کرد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایس باچ هدف قرار دادن زنان شیعه و بازداشت آنان در عربستان سعودی را محکوم کرد و از حکومت این کشور خواست تا این زنان را فورا آزاد کند. در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده است، نیروهای امنیتی سعودی بار دیگر حقوق بشر را زیر پا گذاشتند و یک زن شیعی شهروند عربستان سعودی را بازداشت کردند و مورد بدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند این بیانیه افزود به گزارش منابع محلی مطلع خانم فاطمه سعید آل نصیف که قصد سفر از فرودگاه شهر دمام را داشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به اداره آگاهی القطیف توسط نیروهای رژیم عربستان سعودی مورد ضرب و شتم قرار گرفت بر اساس این بیانیه در شکنجه این بانوی شیعه افسران مرد نیز دست داشتند این نیروها سپس به منزل وی و برادرش در شهر شیعه نشین الاوامیه یورش بردند و ضمن جستجو و تخریب لوازم منزل آنان اموال قیمتی این زن را به غارت بردند سازمان شیرا در ادامه این رفتارها را مغایر با حقوق بشر و قوانین بین المللی دانست و ضمن محکوم کردن آن افزود رفتارهای غیر انسانی و سرکوبهای مستمر نیروهای حکومتی عربستان سعودی بیانگر پستی این نیروهاست چرا که آنها هیچ احترام و حرمتی را برای هیچ انسانی با هر عقیده و دینی قائل نمی سازمان شیعه رایس واش که مسائل حقوقی و بحران های اجتماعی شیعیان را در سطح جهان رصد می کند، از دولت مردان سعودی خواست ضمن آزاد کردن این زن شیعه و بازگرداندن اموال و عذرخواهی از, از بازداشت بدون دلیل او به این گونه از سیاستهای سرکوبگرانه اجتماعی که تنها ایجاد تنش بیشتر می کنند پایان دهند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پایان بیانیه خود بار دیگر از حکومت عربستان سعودی خواست تا تمام فعالان مدنی شیعه را که با اتهامات ساختگی در زندانهای این کشور به سر میبرند آزاد کند و حقوق از دست رفته آنان را بازگرداند.